بازی کروش کمپانی یک سناریویی هست با چندین هدف اطلاعاتی، امنیتی و فرهنگی در راستای سند BC. اگر مبلغ کروش کمپانی رو کنار چای دبش بگذاریم، عملا مبلغی نیستش، ولی داریم میبینیم که چگونه اتاقهای امنیتی نظام ولایی دارن به اون پروبال میدن. ما پروژه هایی مثل همین کروش کمپانی زیاد داشتیم، مثل پروژه شاندیز، مثل این بانک های قرض الحسنه که پول های مردم رو خوردن، و متاسفانه به خاطر مستأصل بودن جامعه و طمعکار بودن اکثریت جامعه دوچار چنین بازی هایی میشیم. همزمان در بورس هم پول مردم رو نابود کردن و متاسفانه مردم ما عادت دارن که از یک سوراخ چند بار گزیده بشن. و حال نمونه ها بسیاره، مثل پیش فروش ماشین های خارجی که دیدیم هر کسی 500 میلیون گرفتن آن زمانی که دلار 300 میلیون بود، و الان گفتم بیاین پولاتون رو پس بگیرین، دلاری که الان 55 تومانه و زمانی که ماشین بیاد تو بازار دلار میکنن 42 که پول بیشتری از مردم جمع کنن. در صورت این موضوع رو دقت داشتیم، هم زمانی که کوروش کمپانی داره در شبکه‌های بر صورت رسانه‌ای وایرال میشه، همزمان داره میشه با کسادی بازار و همزمان میشه با زمانی که بانک‌ها اعلام کردن بین 30% تا 40% قرار بهره بانکی بدن. دقت کنید، نظام ولایت فقیه طبق سند BC تلاش خواهد کرد که پول‌های شما رو، نقدینگی رو از سطح جامعه جمع کنه، و در این سیستمی که به راه افتاده و در کشورهای حتی مثل در خود امریکا بهره بانکی رو بالا بردن، در ترکیه و در داخل ایران هم دارن چنین بازی رو پیاده میکنن، به خاطر این هستش که مردم اولا به هم اطمینان نداشته باشن، نتونن کنار هم یک کارخونه، یک بنگاه، یک زمین کشاورزی، یک تولید دام، یک کار خدماتی ایجاد کنن، و این عدم اطمینان باعث خواهد شد که مردم پولها را به سمت بانکها ببرن که همان باطلاقی هستش که براشون در نظر گرفتن. همین الان هم میدونم خیلی از مردم ایران پولها رو بردن تو بانک گردشگری و امثال هم که 30% بهره بگیرم، ولی با بالا پایین کردن قیمت دلار و عملا با این کشوری که در حال حاضر حدود 50% تورم داره، بهره 30% عملا ماهانه سالانه 20% از ارزش پول شما رو کم خواهد کرد، و با قراردادهایی که جلوی شما خواهند گذاشت و شما نمیتوانید بند بند اون رو بخوانید، عملا پول خود رو به طور غیر مستقیم به بانک ها واگذار میکنید. این رو در موردش اطلاع رسانی کنید، به دوستان خودتون اطلاع بدید. همزمانی که کوروش کمپانی رو وایرال دارن میکنن، رئیس بانک مرکزی میاد اعلام میکنه که ممکنه 30% تا 40% بهره بانکی رو بالا ببریم.